سلام، خوش اومدین. امروز میخوام راجع به یک مدل خیلی برای خودم حداقل دوست داشتنی صحبت بکنم و اون یک فعالیت دو نفره همافزا ترجمه سینرژتیک هست. به این معنی که اگر هر کدوم بیشتر کار بکنیم، همینطور خروجی اون فعالیت میره بالاتر برای ما. خب و مثالی از این فعالیت دو نفره همافزا یک پروژه درسی دو نفر است. یعنی دو نفر قراره با هم یک پروژه انجام بدن، هر کدوم میتونن یک مقداری تلاش بکنن و وقت بذارن روی پروژه و هر چی بیشتر هر کسی وقت بذاره، سود مجموع دو نفر میره بالا. یعنی من اگه بیشتر وقت بذارم، سود شما رو هم دارم میبرم بالا، از طرفی بیشتر خسته میشم. پس بریم یک بازی خیلی خیلی ساده از این مدل رو بسازیم تا بتونیم اون بازی رو تحلیل بکنیم. خب عناصر یک چنین بازی چه چیزهایی هستن؟ مثل همیشه سه تا عنصر لازم داره بازی ما. بازیگرها، که بازیگرهای این بازی رو من فرض میکنم آقای یک و آقای دو یا خانم یک و خانم دو هستن. یعنی دو تا بازیگرن که اینها میخوان با هم یک کار مشترک یا یک پروژه مشترک رو انجام بدن. بعد عملهایی که این دو بازیگر دارن چی هست؟ مثلا در یک پروژه درسی مشترک شما چه اکشن هایی میتونید صورت بدید؟ شما میتونید ساعت وقت گذاشتن روی اون پروژه رو انتخاب بکنید. خب پس عمل شما عملا اینه که چند ساعت روی اون پروژه کار بکنید و این میتونه صفر باشه یا میتونه بی نهایت باشه. یعنی همه وقتتون رو بذارید روش، مثلا حالا اگر دو روز وقت دارید این میشه 48 ساعت مثلا. اما در حالت کلی شما هر تعداد ساعتی میتونید وقت بذارید و بنابراین این مجموعه اعمالی که شما میتونید انجام بدید در حقیقت یک بازه از صفر تا بی نهایت و هر عددی اونجا میتونه باشه. دقت کنید که این با بازی هایی که تا حالا تحلیل کردیم خورده متفاوته دیگه. یعنی مجموعه اعمال یک مجموعه بی نهایت عضوی پیوسته است. یعنی شما هر عددی در این بازه رو میتونید انتخاب بکنید. درسته؟ خب و من میام و تعداد ساعتی که نفر اول صورت میده رو با آیک نشون میدم، پس میشه ساعت فعالیت نفر اول و آدو میشه ساعت فعالیت نفر دوم. یعنی هر کدوم در نهایت تصمیم میگیرن که از صفر تا بی نهایت یا از صفر تا هر عدد بزرگی چقدر فعالیت بکنن. خب بخش آخری که من باید مدل بکنم بخش ترجیحات یا پیاف ها، یعنی نتیجه های نهایی بازی هست. یعنی من میخوام تعیین بکنم که هر بازیگر یک یا دو، مثلا بازیگر یک، مطلوبیتی که به دست میاره از یک اکشن پروفایل، یعنی از فعالیت خودش و فعالیت بازیگر دیگه چقدر هست. قبول دارید که مطلوبیتی که برای من حاصل میشه از تلاشی که خودم میکنم و تلاشی که بازیگر دیگه میکنه به دست میاد. خب و این رو من میتونم هر جوری که دوست دارم مدل بکنم، یعنی هر رابطه ریاضی براش تعریف بکنم، به شرطی که اون مفهومی که من میخوام رو انتقال بده. من چه مفهومی میخوام؟ من اولا میخوام این در صورت اینکه من تلاشم رو ببرم بالا زیاد بشه. خب یعنی من اگر آیکی تلاش بکنم، آیک ضرب در یک ثابتی، این سی یک عدده، مثلا 5 برابر هر تعداد تلاشم خوشحال میشم با خروجی پروژه. خب پس این اولا داره نشون میده که مطلوبیت من یک تابع مثبتی از تلاش خودم، یک تابع سودی. ثانیاً من میام میگم که این مطلوبیت من یک همافزایی هم توش هست، یعنی با حاصل ضرب تلاش من و تلاش نفر دیگه هم رابطه داره. یعنی اگه هر دو بیشتر کار بکنیم، به صورت ضربی سودمون بیشتر میشه. یعنی اگر من 2 برابر بیشتر کار کنم و شما هم 2 برابر بیشتر کار کنید، این جمله 4 برابر میشه، چون یک همافزایی در پروژه ایجاد شده. و در نهایت من در صورت کار کردن خب خسته هم میشم دیگه. یعنی من در حقیقت این دو جمله اول سوده و این جمله آخر هزینه کار کردن. منهای آیک به توان 2. یعنی من فرض میکنم که اگه من 2 ساعت کار بکنم، به اندازه 4 واحد خسته میشم و ضرر میکنم. خب این برای دوستانی که تا حالا یک چنین مدل های ریاضی ندیدن یا یک چنین مدل های اقتصادی ندیدن، ما همیشه در ریاضیات، اقتصاد، علوم سیاسی و همه این رشته ها
مدلی که میسازیم سعی میکنیم یک مدل ساده ریاضی باشه، حتی مقدور با ضرب، جمع، توان، دیگه سعی میکنیم خیلی پیچیدش نکنیم که بتونیم تحلیلش بکنیم و در عین حال میخوایم واقعیت هایی که در اون مدل هست رو هم به ما انتقال بده که این مدل الان داره این کار رو میکنه. و به همین ترتیب من میام میگم که مطلوبیت نفر دوم از این نمایه عملها برابر هست با کاری که خودش انجام میده ضرب در یک ثابتی به علاوه کاری که خودش انجام میده ضرب در کاری که نفر اول انجام میده منهای کاری که خودش انجام میده به توان دو، یعنی این میزان خستگیش هست. خب من الان این بازی رو به صورت کامل تعریف کردم، یعنی هر سه عنصر بازی رو خیلی خوب میشناسم، حالا باید برم سراغ مرحله آخر که حل بازی هست. خب خیلی هم خوب. خب برای حل این بازی و همه بازی هایی که یه خورده پیچیده تر از اون بازی های ماتریسی دوتایی ما هستن، ما همیشه باید بریم سراغ روش، اکثر مواقع در حقیقت باید بریم سراغ روش تابع بهترین پاسخ. و این روش اینجوری هست که اول از همه شما تابع بهترین پاسخ رو حساب میکنید برای هر بازیگر و بعد میرید سراغ اون تعریفی که من جلسه قبل ارائه دادم و گفتم که نقطه تعادل نشه که اولا بازیگر یک بازی که داره انجام میده در اون نقطه، یعنی آیک ستاره، بهترین بازیش باشه به نسبت بازی که بازیگر دو داره انجام میده در اون نقطه و برعکس، یعنی آدو ستاره هم بهترین بازی باشه که بازیگر دو میتونه انجام بده برای بازیگر یک در اون نقطه خاص. خب و اگر اینجوری نباشه هر دو بازیگر انگیزه دارن برای تغییر دیگه، پس اون نقطه نمیتونه تعادل باشه. خب پس بیایید ما با این مرحله اول شروع بکنیم. تابع بهترین پاسخ در این مثال به این معنیه که بهترین پاسخ مثلا بازیگر یک برای هر بازی بازیگر دو چی هست. خب برای این ما باید ببینیم سودی که بازیگر یک به دست میاره چیه. سود بازیگر یک اینه، یعنی این فرمولی که اینجا میبینید، و من میخوام ببینم که به ازای هر آدو، یعنی اگر من آدو رو ثابت فرض کنم، مثلا اون آدم داره 5 ساعت کار میکنه، حالا بهترین کاری که من میتونم بکنم چی هست. خب و خب من مطمئنم که همه شما میدونید که برای به دست آوردن این بهترین نقطه کافیه که من مشتق بگیرم از این تابع مطلوبیت به نسبت آیک، درسته؟ بنابراین اگر مشتق بگیرم از این تابع، یعنی دیه در حقیقت رونده، حالا من دیگه نمی نویسم، اگر مشتق بگیرم از این تابع مطلوبیت به نسبت آیک مساوی میشه با سی و علاوه آدو منهای دو آیک، در نتیجه آیک مساوی میشه با سی و علاوه آدو تقسیم بر دو. خب این الان داره بهترین پاسخ بازیگر یک رو میده به ازای هر بازی بازیگر دو، یعنی اگر بازیگر دو آدو تا بازی کنه بهترین پاسخ بازیگر یک اینه که سی به علاوه آدو تقسیم بر دو تا بازی بکنه و من تونستم الان بهترین پاسخ بازیگر یک رو برای هر بازی بازیگر دو به دست بیارم. به همین ترتیب من میتونم بهترین پاسخ بازیگر دو رو برای هر بازی بازیگر یک به دست بیارم و نشون بدم که اگر بازیگر یک آیک تا بازی کنه برای بازیگر دو خوبه که سی به علاوه آیک تقسیم بر دو تا تلاش بکنه و وقت بذاره روی پروژه. پس این هم شد بهترین بازی بازیگر دو برای هر بازی بازیگر یک. من فقط برای دوستانی که ممکنه در مقاطع پایین‌تر دبیرستان باشن و این ویدیو رو می‌بینن که خیلی برای من ستودنیه این تلاششون، بگم که این مشتق گرفتن رو اگر بلد نیستید، این در حقیقت یک تابع درجه دو هست به شکل xc به علاوه xa2 منهای x به توان دو، در حقیقت x در c به علاوه a منهای x به توان دو، که این یک تابع درجه دوه و تابع درجه دو ماکسیمومش در نقطه منفی b تقسیم بر دو a هست که برای این تابع دقیقا میشه c به علاوه a دو تقسیم بر دو. خب این فقط یک نکته خیلی کوچولو. شکل بکشم قبل از اینکه بخوام ادامه حل بازی رو انجام بدم، مثلا میتونم این شکل رو اینجا بکشم. خب این شکل من میخوام این دوتا تابع بهترین پاسخ رو در یک نمودار بکشمشون، پس این میشه یک محور من، این میشه یک محور دیگه من، اسم این محور رو میذارم A2، اسم این محور رو میذارم A1. خب من میخوام الان این خط رو بکشم، یعنی خط A1 مساوی با C و علاوه A2 دوم. اگر A2 مساوی با 0 باشه این مساوی میشه با C دوم، فرض کنیم این نقطه C
این نقطه هم سیه. پس اگر آ دو صفر باشه آ یک میشه سی تقسیم بر دو، پس این یک نقطه این خط من هست. اگر آ دو برابر سی باشه، خود سی، در این صورت این میشه دو سی دوم یعنی سی. پس اگر آ دو برابر سی باشه آ یک من هم میشه سی، و بنابراین این در حقیقت یک همچین خطی خواهد شد. این خط چی هست؟ این خط تابع بهترین پاسخ بازیگر یک هست برای هر بازی بازیگر دو، یعنی به ازای هر آ دو. به همین ترتیب بهترین پاسخ بازیگر دو به ازای هر بازی بازیگر یک که این فرمول این پایین هست هم من میتونم بکشمش و نشون بدم که یک من چقدر شکل بدی کشیدم نشون بدم که یک همچین شکلی میشه. خب یعنی این خط دوم هم بهترین پاسخ بازیگر دو هست برای هر بازی بازیگر یک. خب و اگر بریم سراغ این تعریف یا همون تعریف تعادل نش، نقطه‌ای تعادل نش این بازیه که در اون بهترین بازی بازیگر یک در مقابل اون بازی خاص بازیگر دو همون بازی باشه که الان داره میکنه، یعنی با تغییر بازیش نتونه هیچ سودی بکنه بازیگر یک. خب حالا شما بیاید مثلا یک نقطه اینجاها رو فرض بکنید، مثلا این نقطه رو در نظر بگیرید اینجا. خب که مثلا بازیگر آدوی من داره یک مقداری تلاش میکنه، مثلا آدو، مثلا آدو، آدو تا مثلا الان داره تلاش میکنه، یا آدو بذارید اسمشو بذارم ایکس تا داره تلاش میکنه. خب اگر بازیگر آدوی من آدو ایکس تا تلاش بکنه، در این صورت بهترین پاسخ بازیگر یک به این آدو ایکس چی هست؟ روی این نموداره دیگه، درسته؟ یعنی این نقطه هست. خب بنابراین اگر بازیگر آدوی من آدو ایکس تا تلاش بکنه، بازیگر آیک من آیک ایکس تا تلاش میکنه، یعنی میاد در این نقطه قرار میگیره، به خاطر اینکه تابع بهترین پاسخش این تابع است و داره بهش میگه که به ازای این آدو ایکس تو بهتره که بیای اینقدر تلاش بکنی. اما اگر این بازیگر بعد بیاد اینقدر تلاش بکنه، بازیگر دوی من ترجیح میده که بیاد و روی این نقطه قرار بگیره، یعنی اینقدر تلاش بکنه. خب و به همین ترتیب هیچ نقطه‌ای در اینجاهای صفحه وجود نداره که برای هر دو بازیگر بهترین پاسخشون به بازی همدیگه همون نقطه‌ای باشه که توش هستن، و تنها نقطه‌ای که این ویژگی رو داره این نقطه تقاطع هست. خب این نقطه‌ایه که در اون هر دو بازیگر دارن 30 ساعت درس می‌خونن، این 30 هر چقدر باشه، و در این نقطه بهترین بازی بازیگر یک برای بازی که بازیگر دو داره میکنه در حقیقت برای سی خود سی هست، و بهترین بازی بازیگر دو برای بازی که بازیگر یک داره میکنه یعنی 30 ساعت خود سی هست، و در این نقطه هر دو بازیگر هیچ انگیزه برای تغییر بازیشون نداره، و این نقطه یک تعادل نشه این بازی خواهد. خب من فقط برای اینکه یک مثال خیلی سریع دیگم روی این سمت این نمودارها زده باشم، فرض کنید بازیگر یک بیاد A1X تا بازی کنه، خب یعنی اینقدر تلاش بکنه، در این صورت بهترین پاسخ بازیگر دو این خواهد بود که اینقدر تلاش بکنه، یعنی بیاد و این نقطه رو انتخاب بکنه. خب اما اگر بازیگر دو این نقطه رو انتخاب بکنه، در این صورت برای بازیگر یک طبق این نمودار که بهترین پاسخ بازیگر یک هست به ازای این عدد باید بیاد و اینقدر تلاش بکنه، یعنی لازمه که تلاشش رو کم بکنه تا بهترین پاسخ خودش رو بده، یعنی از این نقطه بیاد به این نقطه، و وقتی که از این نقطه میاد به این نقطه در این صورت پاسخ بازیگر دو به این تلاش جدید بازیگر یک اینه که اون هم تلاشش رو کم بکنه و بیاد به این نقطه، و همینجوری هر دو برمیگردن به نقطه سی و سی. یعنی تنها تعادل نشه این بازی اینه که هر دو بازیگر 30 ساعت و 30 ساعت، این سی انگلیسیه نه سی به معنی عدد سی نیست، تلاش بکنه. خب من میتونستم اینو یک جور دیگه هم به دست بیارم. خب ببینید این در حقیقت داره آیک ستاره، یعنی بهترین پاسخ بازیگر یک رو به ازای هر بازی بازیگر دو میده، و این هم داره در حقیقت آدو ستاره، یعنی بهترین بازی بازیگر دو رو به ازای هر بازی بازیگر یک میده. بنابراین بازیگر یک در حقیقت میدونه که کاری که باید بکنه در تعادل نش
طبق این فرمول یعنی آیک ستاره باید مساوی باشه با بی یک، بهترین پاسخ آدو ستاره، درسته؟ و بنابراین آدو ستاره هم که این مقدارش دیگه، یعنی آیک ستاره باید مساوی باشه با این بهترین پاسخ بازیگر یک هست، یعنی سیه و علاوه به ازای آدو من باید این مقدار رو بذارم، چون این الان آدو ستاره هست، سیه و علاوه آیک تقسیم بر دو کلن تقسیم بر دو. دقت کنید من هیچ کار خاصی نکردم، من فقط به ازای مقدار آدو در این نقطه مقدار ستاره شو، یعنی بهترین پاسخ بازیگر دو رو گذاشتم، چون میخوام تعادل نش رو به دست بیارم. خب اگر من برای این فرمول یک پاسخ پیدا بکنم، قطعا اون پاسخ یک تعادل نشه، چون در هر دو بازیگر دارن بهترین بازی خودشون رو میکنن. من فرمول بهترین بازی بازیگر دو رو گذاشتم در بهترین بازی بازیگر یک، و من از این خیلی راحت میتونم نتیجه بگیرم که آیک ستاره باید مساوی باشه با سی. شما میتونید اینو خودتون حل بکنید، خیلی راحت، یک معادله درجه یک هست. و به همین ترتیب میتونم به دست بیارم که آدو ستاره هم باید مساوی باشه با سی، و بنابراین هر دو بازیگر تلاش سی و سی رو انتخاب میکنن. این دو معنی داره: یک، در نقطه سی و سی هیچ بازیگری با تغییر میزان تلاش خودش سود نمیکنه، چون روی بهترین پاسخش هست، و دو، هیچ نقطه دیگه‌ای وجود نداره که در اون یکی از بازیگرها حداقل با تغییر بازی خودش نتونه سود بیشتری کسب بکنه، که این رو ما در سمت چپ و راست نمودار با هم دیگه دیدیم. شما میتونید بیشتر هم تمرین بکنید و نتیجه این بازی دو نفره، این فعالیت دو نفره این میشه که هر دو نفر یک مقدار مشخصی تلاش میکنن و بیشتر از اون هم تلاش نمیکنن، چون بهترین پاسخشون اون نیست و هر کی به فکر میزان تلاش خودش هست. فعلا خداحافظ.